درود به شما همراهان عزیز. با معرفی یک سری از گیاهان دارویی جهت تقویت سیستم ایمنی بدن و یا یک سری گیاهان دارویی که میتونین همراه با دارو افراد بیمار همراه با داروهاشون میتونن مصرف بکنن در خدمت شما عزیزان هستم. اول یک لیستی از گیاهان دارویی خدمتتون عرض میکنم که افراد سالم میتونن مصرف بکنن. دلیل بر این که ویتامین های گروه B و آنتی هیستامین ها در زمان بیماری جزو گیاهان ممنوعه هستش. مثلا آنتی هیستامین رو ما تو گیاه بابونه داریم، به شکل طبیعی سرشار از آنتی هیستامینه. یا ویتامین های گروه B، مثلا توی لبو ما گروه B رو داریم، برگه های خوش شده لبو، که اینها برای افراد بیمار متاسفانه مفید که نیست، تازه باعث دردسر هم میشه. بنابراین باید دقت بکنیم افرادی که سالمن میتونن بابونه، گل گاوزبون، آویشن، لبو، زنجبیل و لیمو ترش استفاده کنن. افراد بیمار نمیتونن از این استفاده کنن. نهایت دمنوش‌هایی که مجازن بر اساس تحقیقات انجام شده، چای ترش و گل محمدی و سرخارگل و چای کوهی، زوفا نعنا و گل همیشه بهار هست. یک توضیح باید خدمتتون عرض بکنم دوستان در مورد گل محمدی. وقتی میخواییم دمنوش گل محمدی رو دم بکنیم، دقت بکنید یک کاسبریش رو باید حتما ازش جدا بکنیم تو ایام کرونا، چون این کاسبریش که به نهنج چسبیده، تو تصویر هم مشاهده میفرمایید، یکی از منابع ویتامین B هست. بنابراین ما موقعی که میخواییم دمنوش رو درست بکنیم، حتما باید این قسمت رو جدا کنیم و گلبرگ ها رو داخل ظرفمون قرار بدیم. یه مقدار گل محمدی میریزم. یه مقدار هم چای ترش. از اونجایی که گل محمدی روی هورمون ها تاثیر داره و باعث افزایش تستوسترون میشه، اگر خواستیم برای آقایون هم از این دمنوش بدید، یه مقدار میتونید داخلش خیلی کم استخود دوست هم بریزید تا روی هورمون ها اثر منفی نذاره. حالا آبی گرم هم میریزم روش. توجه داشته باشید که حتما بایستی در گوریتون رو سری ببندید، به خصوص گلبرگ ها دارای اسانس های فرار هستن. همین که با آب داغ تماس پیدا بکنه، فورا مواد مؤثر شروع میکنه با بخار به بالا رفتن. حتما در ظرف رو میذاریم، موقع مصرفم درش رو میچکنیم داخلش، داخل محلولمون. به اضافه این که یه دمنوش دیگه هم براتون آماده میکنم، باز با پایه گل محمدی. نعنا. و ریحون. برای افرادی که کرونا گرفتن. یه موضوع دیگه در مورد گیاهان دارویی باید اینم در نظر بگیریم، افرادی که بیمارن و دارن دارو مصرف میکنن، بیماری کرونا دارن و در حال مصرف دارو هستن، دقت بکنن از گیاهان دارویی ملایم به هیچ وجه نباید استفاده کنن. دلیل بر این که مثلا زنجبیل یا لیمو حاوی موادی هستش که خاصیت ملینی داره. از اونجایی هم که آنتیبیوتیک ها، اغلب آنتیبیوتیک ها میتونیم بگیم که محل جذبش روده است و این ملین ها باعث میشه که قبل از اینکه مواد تو روده جذب بشه از بدن دفع بشه، حتما اینو دقت بکنید که از مواد ملینی استفاده نکنید. خیلی راحت میتونید لیست مواد ملینی رو هم از نت خارج بکنید، تو این ایام اصلا استفاده نکنید. یک سریش مثلا خاکشی رو داریم، آلو رو داریم، زنجبیل، زردچوبه، لیمو، خیلی از گیاه ها هستن که خاصیت ملینی دارن. دوستان اگر آنتیبیوتیک مصرف میکنید، حتما مراقب باشید تا مشکلی با سرتون پیش نیاد.
خب دمنوشامون آماده است. ممنون از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدوارم این دمنوش‌ها رو درست کنید و میل کنید، گوارای وجودتون. اگر فیلم های ما رو پسندیدید خوشحال میشم که سابسکرایب و لایک کنید و ما رو حمایت کنید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.